نادر شاه افشار، قسمت اول، ققنوس در آتش. من برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم، بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم. وقایع ایران مملو از رخدادهای غم‌انگیز و یأس‌آوری است که نگارش و بازگویی آن به سادگی امکان پذیر نیست. در سالهایی که ایران از گردونه بازی‌های سیاسی جهان کنار رفته بود، دنیا با تغییرات و جابجایی‌های شگرفی مواجه شده بود. اروپا از تاریکی قرون وسطی خارج شد و دولت‌های قدرتمندی در حال شکل‌گیری بودند. در غرب اروپا اسپانیا مبدل به قدرت عظیم دریایی و زمینی شده و فرانسه و انگلیس در اثر جنگ‌های 100 ساله ارتش‌های کارآزموده و جنگجو پیدا کرده بودند. امپراتوری آلمان از تجمع ده‌ها شاهزاده نشین جنگجو و ثروتمند تشکیل شده بود که به رغم تشدد در تصمیم‌گیری از جمعیت و قدرت فراوانی برخوردار بود. در مرکز و شرق اروپا قدرت‌های عظیمی از خاکستر حملات مغول چک گرفته بودند. لهستان و مجارستان مرتب در حال قدرتمندتر شدن بودند. در غرب روسیه شاهزاده نشینان مسکو قدرت خود را تثبیت کردند. اما خطر بزرگ دیگری درست در شمال غرب و غرب ایران شکل گرفته بود که حتی تمامی نیروهای نام برده در بالا از آن واهمه داشتند. امپراتوری عثمانی. اصفهان، اوایل پاییز 1722 میلادی. شیوع قحطی بسیاری از شهروندان گرسنه را وادار کرد در پی غذا و آذوقه بگریزند. تمام مزارع و منابع غذایی همه شهر نابود شده بود. قحطی پس از مدتی اهالی را واداشت برای زنده ماندن به خوردن اسب و موش روی بیاورند. اهالی شهر از فرط گرسنگی در خیابان‌های اصفهان جان می‌دادند. پرهیختگان و دانشمندان بسیاری هم در بین این افراد بودند. جمعیت اصفهان که در سال 1122 هجری قمری بیش از 500,000 نفر بود، به 100,000 نفر کاهش یافته بود. شاه سلیمان قبل از مرگش در سال 1105 هجری قمری ولیعتی معرفی نکرد. چنان که مشهور است مشاوران ارشدش را در آخرین ساعات حیات کنار بستر خود فراخواند و دو گزینه برای جانشینی به بزرگان معرفی کرد: شاهزاده سلطان حسین میرزا و شاهزاده عباس میرزا. این دو شاهزاده به لحاظ منش و شخصیت تقریبا نقطه مقابل هم بودند. سلطان حسین میرزای 26 ساله، نرخو، آرام، انعطاف پذیر، اهل ریاضیات، زاهد مآب و مذهبی بود. به گفته شاه سلیمان، سلطان حسین شاهی صلح دوست می شد، شاهی در پی آرامش برای کشور. گزینه دیگر شاه سلیمان میرزای 23 ساله بود، قوی، مصمم، جنگجو، هوشیار، زیرک و باهوش. شاه سلیمان عباس میرزا را شاهی توصیف می کرد که امپراتوری را قدرت و وسعت می بخشد. هر دو شاهزاده در حرم بزرگ شده بودند و هیچیک آماده زمامداری نبودند. سلطان حسین به پادشاهی برگزیده شد و نیمه تابستان سال 1105 هجری قمری تاجگذاری کرد. شاه سلطان حسین جنگجو نبود. او زاهد مآب، مذهبی، سوس عنصر و ناتوان در امور حکومتی و نظامی بود. خیلی زود لقب یخشیدیر گرفت، چرا که پاسخ مأمور او به تمام مسائل حکومتی همین کلمه بود. شاه سلطان حسین به سرعت و عمیقا تحت تأثیر مجتهدی به نام محمد باقر مجلسی قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی با صدور فرامین مذهبی سختگیرانه ایران را به یک کشور مذهبی متعصب تبدیل کرد. آمریکا تا اندازه‌ای علت شورش‌های متعدد در مناطق سنی نشین کشور بود.
به ویژه شورش‌های افغان‌ها در شمال شرق، شیروانیان و لزگی‌ها در قفقاز و کردها در غرب و شمال غرب. سرزمین‌هایی که افغانستان امروزی را تشکیل می‌دهند، به ویژه قندهار، هرات و کابل، عمدتاً میان ایران صفوی و هند تیموری واقع بود. افغان‌ها برخلاف اکثریت ایرانی‌ها سنی‌اند و شیعیان اکثراً در غرب افغانستان امروزی متمرکز شده‌اند. شورش آتی افغان‌ها فصلی دردناک از تاریخ ایران را تشکیل می‌دهد. فصلی که تا مغز و استخوان انسان را به لرزه در می‌آورد. در سال 1110 هجری قمری طوایف بلوچ در جنوب شرق ایران دست به شورش زدند و خیلی زود شروع به تاخت و تاز در منطقه کرمان کردند. شاه سلطان حسین گرگین خان شاهزاده گرجی را مأمور سرکوب شورش کرد. گرگین وظیفه خود را انجام داد، اما نگرانی از تهدید بلوچ‌ها او را واداشت در کرمان بماند. گرگین محق بود، زیرا بلوچ‌ها در سال 1115 هجری قمری دوباره حمله کردند، اما این بار آنها به قندهار در شمال شرق یورش بردند. گرگین یک بار دیگر بلوچ‌ها را متفرق کرد و قندهار را نجات داد. گرگین که قبلاً به مقام بیگلر بیگی گمارده شده بود وارد قندهار شد و به انجام وظیفه پرداخت. او که سربازی شایسته بود در مقام حاکم قابلیت چندانی از خود نشان نداد. حکومتداری خشن و سختگیرانه او به سرعت مردم محلی را به مخالفت با دولت اصفهان واداشت. احساسات سنی های محلی نیز از این واقعیت که سربازان گرجی گرگین مسیحی بودند جریحه دار شده بود. همچنین افغان‌ها از اینکه گرگین تاخت و تاز به قلمرو تیموریان را ممنوع کرده بود خشمگین بودند. گرگین سعی داشت صلح با تیموریان را حفظ کند، اما افغان‌ها آن را نمونه دیگری از فشار قدرت مرکزی می‌پنداشتند. مرد متنفذ قندهار میرویس بود، نجیب‌زاده‌ای به نام از قبیله خلجایی. خشم از گرگین و گرجی‌ها بالا گرفت و ساکنین قندهار روز به روز بیشتر به رهبری میرویس متمایل شدند. گرگین به میرویس بدگمان بود، از این رو او را دستگیر کرد و به اصفهان فرستاد. این عمل و نیز شیوه حکومت گرگین به افشاندن بذر خشم و شورش در میان افغانهای خلجایی و بعدها ابدالی کمک کرد. فرستادن میرویس به اصفهان اشتباهی بزرگ بود. این کار به او امکان داد تا فساد و ضعف دولت صفوی را به چشم ببیند. میرویس که زیرک، باهوش و حیله‌گر بود، با شاه ساده لوح و زود باور همراهی نمود و اعتماد او را جلب کرد. او سلطان حسین را متقاعد ساخت به او اجازه رفتن به حج را بدهد. وقتی میرویس به مکه رسید، فتوایی علیه شاه سلطان حسین شیعه مذهب گرفت. میرویس به اصفهان بازگشت. شاه قبل از بازگشت وی به قندهار القاب مختلفی به وی اعطا کرد. با این کار شاه سلطان حسین از اقتدار حاکم خود گرگین خان کاست و نخستین گام را به سوی نابودی دولت صفوی برداشت. میرویس با فتوایی که گرفته بود مشکلی برای برانگیختن خلجایی های قندهار برای مقابله با اصفهان نداشت. او حمایت تیموریان هند را نیز به دست آورد. در بهار سال 1709 میلادی او و دیگر خلجایی ها گرگین و تقریبا تمامی سربازان گرجی شاه را در حمله غافلگیرانه در قندهار به قتل رساندند. فقط تعدادی اندکی گرجی به دشواری گریختند. فاجعه شروع شده بود. قندهار از حوزه اقتدار اصفهان خارج شد. جدیت بحران باعث شد شاه سلطان حسین ارتش تازه ای را مأمور تارمار میرویس و شورشیان خلجایی کند. برادرزاده گرگین خان به نام کیخسرو خان گرجی فرماندهی این ارتش را عهده‌دار شد. کیخسرو با پشتیبانی لشکرهایی از خراسان، هرات و کرمان ارتشی 50,000 نفره را برای محاصره قندهار فرماندهی میکرد. در این درگیری خلجایی ها چیره شدند. کیخسرو از اسب به زمین افتاد و کشته شد. اوایل پاییز سال 1711 میلادی قبای صفوی به سختی شکست خورد و خلجی ها مقدار زیادی سلاح، توپ و اسب به غنیمت گرفتند. این شکست مفتزهانه اصفهان را به لرزه در آورد. شاه قورچی‌باشی سالخورده‌ای به نام محمد زمان خان را به فرماندهی ارتش دیگری برای نبرد با میرویس گمارد و راهی کرد. زمان خان را لشکرهای از خراسان و قاجارهای از سرآباد همراهی می‌کردند که تا
تدارکات و توپ زیادی به همراه داشتند. این نیروی نظامی برای گردآوری نیروی بیشتر در بستام توقف کرد. اما اوضاع باز هم وخیم‌تر شد. زمان خان به مرگ طبیعی درگذشت و حاکم هرات نیز به قتل رسید. ارتش صفویه از نیمه راه قندهار بازگشت. خبرهای ناگوار رسیده با خبر حمله ازبک ها کامل شد. ازبک ها به سرکردگی شیرغازی خان با استفاده از فرصتی که آشوب قندهار به وجود آورده بود در سال 1717 میلادی به خراسان هجوم بردند. صفی‌قلی خان به فرماندهی ارتش جدیدی گماشته شد تا خطر ازبک ها را دفع کند. او در اولین جنگ خود از ازبک ها شکست خورد، اما با رسیدن لشکرهای زبده قاجار از استراباد ازبک ها شکست سختی خوردند. صفی‌قلی خان در این زمان راهی هرات شد تا ارتش خود را برای جنگی بزرگ با میرویس آماده کند. این ارتش متشکل از لشکریان بسیاری بود، از جمله قاجارهای استراباد، نیروهای خراسان، مرو، نسا، سرخس، ابیورد و زورآباد. وقتی نبرد با خلجایی ها آغاز شد، لشکرهای قاجار و کرد به سبب دشمنی با صفی‌قلی خان از وی حمایت لازم به عمل نیاوردند. عدم حمایت کردها و قاجارها در این لشکرکشی باعث شکست فاجعه بار لشکر قزلباش و قتل پسر صفی‌قلی خان فرمانده آنها شد. در این زمان خلجایی ها حمله اصلی خود به صفوف صفویان را شروع کردند. صفی‌قلی خان کشته شد و سپاه صفویان از هم پاشید. وقتی اضطراب و بی‌نظمی مانند آتش در بین صفوف سربازان گسترش یافت، قاجارها اردوگاه صفوی را غارت کردند و راه بازگشت پیش گرفتند. دیگر افراد باقی مانده که همه چیز را از دست رفته می دیدند، فرار را برقرار ترجیح دادند. آن زمان که خبر شکست سپاه ایران به سراسر کشور رسید، افاقنه سنی مذهب ابدالی در هرات دست به شورش‌های پراکنده زدند. دامنه تاخت و تازهای آنان تا حوالی مشهد کشیده شد. میرویس خلجایی در سال 1715 میلادی جان سپرد. اما مرگ او به سود ایران تمام نشد. میرویس دو پسر داشت که ارشد آن محمود 18 ساله بود. اما طبق سنت خلجایی ها برادر برای جانشینی مستحق‌تر شمرده میشد و با توجه به سن کم محمود مقام ریاست به برادر میرویس میر عبدالله رسید. او روشی مسالمت‌آمیز با اصفهان در پیش گرفته بود. محمود پسر میرویس عمویش را متهم به خیانت کرد و او را در سال 1717 میلادی به قتل رساند. پس از آن محمود رئیس خلجایی ها شد. او مصمم بود آنچه را که پدرش آغاز کرده به پایان برساند. جهاد علیه اصفهان. محمود تابستان سال 1719 میلادی حمله به اصفهان را آغاز کرد. او ابتدا وانمود کرد به ابدالی های هرات در شمال حمله می کند، اما به جای آن به سوی جنوب غرب به سیستان و بلوچستان لشکر کشید و از آنجا وارد کرمان شد. شمار افغانی هایی را که در این عملیات شرکت داشتند به دشواری می توان برآورد کرد. مورخین غربی با توجه به منابع ایرانی تعداد آنها را 10 تا 11 هزار نفر دانستند و مورخین امروزی تعداد بسیار بیشتر 50 تا 100 هزار نفر را عنوان می کنند. با وجود مقاومت اندک، اقامت موقت محمود در کرمان اقامتی خونین بود. بناها آتش زده شد و جسد شهروندانی که بیگناه به قتل رسیدند در کوچه و خیابان به حال خود رها شدند. منابع ایرانی به غربی در اینجا که چرا محمود پس از 9 ماه کرمان را به مقصد قندهار ترک کرد اختلاف نظر دارند. از این همه که بگذریم، اصفهان مقصد نهایی او بود. به نقل از منابع ایرانی، ارتش محمود از سپاه لطفعلی خان والی فارس شکست خورد و محمود و ما بقیه افرادش مجبور به عقب نشینی شدند. مورخین غربی با این گفته موافق نیستند. لکهارت معتقد است شورش قندهار دلیل ترک کرمان بود. اواسط سال 1720 میلادی پس از رفتن محمود، صفویان دوباره به کرمان بازگشتند و والی جدیدی به نام رستم محمد شادلو شروع به تقویت استحکامات ارگ کرمان کرد. با یک سوءظن احمقانه، فتحعلی خان وزیر سلطان و خویشاوند لطفعلی خان به اشتباه
خائن خوانده و به دستور شاه کور گردید و به دنبال آن لطفعلی خان نیست که مشغول جمع‌آوری سپاه برای فتح قندهار بود از سمت خود برکنار شد. این اتفاق احمقانه، یعنی برکناری سردارانی که موفق به شکست افغان‌ها شده بودند، موجب شد دیگر هیچ سردار بزرگی حاضر به کمک به شاه صفوی نشود. با بی‌ثبات شدن اوضاع ایران در شرق و عزل لطفعلی خان با کفایت، محمود تصمیم گرفت بار دیگر به اصفهان حمله کند. این بار سپاه او شامل بلوچ‌ها و هزاره‌های فارسی زبان مغل تبار بود. در ظاهر ارتش ایران هنوز پر ابهت به نظر می رسید. آنها در مقام حرب می توانستند 180 هزار سرباز برای خدمت فرا بخوانند. حدود 120 هزار سوار نظام و 50 هزار پیاده نظام و 10 هزار تن سرباز دیگر از جمله توپچی‌ها، لشکرهای توائف و ایالتی می توانستند بیش از 100 هزار سرباز کمکی برای پشتیبانی از ارتش در موارد بحران وارد میدان کنند. اما ارتش صفوی در این زمان فقط شبحی از گذشته خود بود. دستگاه دولت صفوی و نخبگان نظامی مطمئن بودند که ایران نمیتواند با رهبری شاه سلطان حسین بی‌کفایت و سست عنصر ذخیره عظیم سربازان و لشکرهای طایفه‌ای خود را بسیج کنند. به گفته مروی، صفویان حداکثر میتوانستند 60 هزار سرباز برای مقابله با محمود جمع کنند. این تعداد واسه هم بیشتر از مهاجمان افغان بود که به گفته مورخان غربی تعدادشان به 10 تا 11 هزار تن می رسید. با این حال برتری تعدادی اهمیت زیادی نداشت، زیرا نیروهای ایرانی مشکلات متعددی داشتند که از کارایی نظامی آنها به شدت می کاست. محمود در تابستان 1721 میلادی پیشروی به سوی اصفهان را آغاز کرد. اوایل پاییز به کرمان رسید و شهر را محاصره کرد. تلاش محمود برای حمله مستقیم به ارگ به دلیل تقویت استحکامات شهر با شکست مواجه گردید. محمود در این حمله 1500 نفر تلفات داد. او توپ برای محاصره نداشت و سنگین ترین سلاح گرم وی همان زنبورکی بود که روی شتر هم میشد، که در محاصره کارایی چندانی نداشت. محاصره تا اواسط زمستان طول کشید. در این زمان تعدادی از لشکریان محمود جنگ را رها کرده و راهی قندهار شده بودند. حدود یک ماه بعد مصالحه صورت گرفت. ارگ کرمان حاضر شد در ازای ترک محاصره شهر مبلغی به محمود بپردازد. محمود با خوشحالی پذیرفت و راهی یزد شد. شهر یزد دروازه های خود را بر روی محمود بست. یزد نیز به اندازه کرمان سرسخت از آب درآمد. تلاش افغان‌ها برای حمله به استحکامات یزد با تلفات زیاد دفع شد. بار دیگر نبود توپخانه برای محاصره و ترس از دست دادن افراد بیشتر باعث چشم پوشی او از شهر یزد برای هدف اصلی او، یعنی فتح اصفهان شد. نکته عجیب این که این سردار افغان اصلا نگران خطوط پشتیبانی پشت سر خود نبود و حتی فکر نمی‌کرد ممکن است نیروهای از یزد و کرمان به او حمله کنند. در حقیقت محمود اصلاً سردار با سواد آینده نگری نبود. او جنگجوی جسور بود که از خوش اقبالی با یکی از ضعیف‌ترین شاهان تاریخ ایران مواجه شده بود. محمود اواخر زمستان به نزدیکی روستای محمود آباد در 36 کیلومتری شمال شرق اصفهان رسید. با پیشروی افغان‌ها، رهبری نظامی ایران دو برنامه دفاعی در برابر حمله آنها طرح کرد. برنامه اول که یکی از لایق‌ترین فرماندهان ارتش به نام محمد قلی خان اعتمادالدوله از آن پشتیبانی می‌کرد، عبارت بود از سازماندهی مقاومت در داخل شهر به دست ارتش با پشتیبانی اهالی مسلح و واداشتن افغان‌ها برای درگیری رو در رو در داخل شهر که باعث تلفات زیاد افغان‌ها می‌شد. در مقابل سید عبدالله مشعشعی والی خوزستان پیشنهاد کرد ارتش بیرون اصفهان صف بکشد و با افغانها در فضای باز مقابله کند. مشعشعی در طول جنگ شخصا سوار نظام زبده خوزستان را هدایت میکرد. در نهایت نظر مشعشعی غالب شد و برای افزایش تعداد سربازان تلاشهای صورت گرفت. به ذخیره عظیم جنگجویان ممتاز زورخانه ها یا همان مدارس فنون رزمی ایران توجه نشد. در عوض پیام هایی با وعده بخشش 6 ماهه مالیات برای آنهایی که داوطلب جنگ می شدند
به روستاها و محلات نزدیک اصفهان فرستادند. این کار باعث آمدن تعداد زیادی از روستاییان و کشاورزان مسلح به چوب و چماق شد که اصلا آموزش جنگی ندیده بودند یا در سطح بسیار پایینی قرار داشتند. دولت به دلیل تدارکات اسبپار خود نمی توانست برای این افراد سلاح کافی تهیه کند. سلطان حسین خرافاتی که برای تعیین تاریخ نبرد متکی به منجمان خود بود دستور داد برای سربازان آب گوشت بپزند. فکر میکرد خوردن این غذا آنها را در نبرد آتی از چشمان سربازان محمود پنهان خواهد کرد. اواخر زمستان همان سال محمد قلی خان با 30,000 سرباز و 24 توپ از اصفهان خارج شد. فیلیپ کلمبه متخصص فرانسوی توپخانه او را همراهی می‌کرد. مشعشعی و 12,000 سوار نظام عرب او دو روز بعد به محمد قلی خان پیوستند. به این ترتیب سربازان صفوی